به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. رعد و برق در ننگرهار فاجعه خلق کرد. مقام های محلی طالبان در ننگرهار می گویند که 2 یک خانواده یک مهمانشان در پی وقوع رعد و برق در این ولایت جان باخته است. این رویداد روز جمعه در منطقه گندمک از مربوطات ولسوالی شیرزاد رخ داده است. فرماندهی امنیت طالبان در ننگرهار با نشر خبرنامه گفته است که این افراد نخست زخمی شده بودند و سپس در شفاخانه جان باختند. تنش میان گروهی طالبان افزایش یافته است. روند سبز به رهبری امرالله صالح گفته است که تغییرات 2 اخیر در ریاست‌های ولایتی استخبارات طالبان باعث افزایش اختلاف در میان این گروه شده است. این جریان سیاسی میگوید که ریاست استخبارات طالبان میان طالبان قندهاری و شبکه حقانی تقسیم شده است. واحد اطلاعات روند سبز افغانستان روز شنبه نوشت که ریاست عمومی استخبارات طالبان بین جنای ملا وسیق که تحت حمایت ملا هیبت الله قرار دارد و شبکه حقانی تقسیم شده است. به نوشته این جریان سیاسی، در حال حاضر یکی از پست‌های مورد اختلاف میان این دو جنا ریاست استخبارات ولایت کابل است که ملا وسیق از آن حمایت میکند. روند سبز نوشته است که عبدالله غزنوی که داماد ملا وسیق است، در پی انتقاد شبکه حقانی از ریاست دفتر وسیق برکنار شده است. این روند گفته اکنون رئیس روابط خارجی ریاست استخبارات طالبان فردی به نام شمس‌الله نواسه ملا وسیق است، در حالی که شبکه حقانی از تاجمیر جواد معاون اول اداره استخبارات طالبان حمایت می کند. بنابر ادای روند سبز، روابط میان وسیق و تاجمیر تیره شده است و ملا هیبت الله تنها یک بار با تاجمیر دیدار کرده است. به گفته روند سبز، تاجمیر در تلاش برکناری رئیس فعلی استخبارات طالبان در کابل است و بر اساس گزارش‌های روند سبز، این اختلافات میان این دو جنای طالبان باعث شده تا هر دو جنا به سلام متوصل شوند، اما با مداخله قندار فروکش کرده است. روند سبز میگوید در این اواخر تغییرات در ریاست عمومی استخبارات طالبان صورت گرفته و قرار است فهرست جدید سران ولایتی این اداره معرفی شوند. با وجود درگیری های مسلحانه میان طالبان و گزارش ها از اختلاف میان این گروه بر سر تقسیم قدرت، مقام های طالبان همواره این اختلافات را تکذیب کردند. حنیف ادمر برای هزاران تن از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر مواد غذایی کمک می کند. حنیف ادمر میگوید اعضای جریان سیاسی حرکت صلح و عدالت برای بیش از 2000 نفر از سیل زدگان ولایت های غور، فاریاب و بدخشان کمک میکنند. او گفته این کمک معادل 1 ماه مواد غذایی است. آقای اتمر روز شنبه در یادداشت در حساب کاربری خود در اکس نوشته است که جریان حرکت صلح و عدالت کار اطلاع رسانی را برای تسریع روند امداد رسانی با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر ادامه میدهد. و در پایان، شهروند پشتون افغانستان، به پادشاهی دوستم راضیم اما دخترم مکتب برود. یک شهروند افغان گفته در رژیم طالبان تنها طالبان پشتون، تاجک و ازبک حضور دارند و همین افراد دختر و خواهر پشتون، تاجک و ازبک را از آموزش منع کردند. او گفته برای اینکه دختر و خواهرش درس بخوانند، حکومت هزاره ها و مارشال دوستم را ترجیح می دهد. به نظر می رسد این شهروند پشتون افغانستان که در عربستان سعودی زندگی می کند، این موضوع را با سمه یوسفزای خبرنگار نسبتا شناخته شده افغانستان در پاکستان مطرح کرده است. آقای یوسفزای در صفحه کاربری خود در اکس با بازنشر پیام این شهروند پشتون نوشته است که خواسته این شهروند پیام بزرگی را به مقام های طالبان دارد. در متن پیام این شهروند آمده است: آقای یوسفزای، در نظام طالبان فقط طالبان پشتون، تاجک و ازبک حضور دارند. آنها دختر و خواهر پشتون، تاجک و ازبک را از تحصیل منع کردند. من اکنون شخصا به این نتیجه رسیدم که اقلیت هزاره یا دوستم پادشاه کشور باشد تا دختر و خواهر من آموزش ببیند و افغانستان را از امواج جهل نجات بدهد. او در اخیر از آقای یوسفزای پرسید این کدام نوع انصاف است که بنا به قومیت از نظام این مخلوقات عجیب دفاع میکنید؟ خاستگاه اصلی طالبان عمدتاً مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان است و رهبران اصلی آن از همین مناطق برخواستند. با این حال در 20 سال گذشته این گروه با دولت پیشین و متحدان بین المللی آن شمار زیادی از باشندگان مناطق شمالی و غرب افغانستان را به این گروه
جذب کردن. در میان فرماندهان نسبتاً رده بالای طالبان شماری از شهروندان تاجک و ازبک نیز حضور دارند و منصب‌های دولتی را عهده‌دار شدند. به طور نمونه سلام منفی، معاون اداری رئیس الوزرای طالبان ازبک تبار، فسیودین فطرت رئیس ستاد ارتش یک تاجک و عبداللطیف منصوری معین وزارت اقتصاد این گروه هزاره است. با این حال منتقدان میگویند این چهره ها از نقشای سمبولیک در رژیم طالبان برخوردارند و در سیاست های اصلی این گروه تأثیری ندارند. البته این شهروند پشتون افغانستان در حال گفته حاضر است که به پادشاهی مارشال دوستم تن دهد که نیز یک ازبک است. در حدود 3 سالی که از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان میگذرد، این گروه محدودیت های شدیدی را بر کار و آموزش زنان وضع کرده و دختران بالاتر از سن 6 را از آموزش محروم کردند.